پایانیم خدمت رو عرض کنم، نقش داشتن و امروز از سپاه دور افتاده، در خارج یا در جاهای دیگر در صحبت میتونه که فلسفه وجود سپاه این نبود که امروز هست، برعکس از روز اول سپاه به منظور صدور انقلاب و جهان شمولی انقلاب درست شده. اینو اگه شما متوجه باشین سپاه قبل از دستور خمینی آرمی که 1357 روش نوشته شده، یعنی قبل از اینکه خمینی دستور تشکیل این رو بده قبلا تشکیل شده بود، یعنی در اردیبهشت ماه 58 که دستور شده بود. آقای حسینی، پرسش که پیش میاد، شاید هدف این گروه از کارشناسان این باشه که سپاه با هدف سرکوب داخلی تأسیس نشده بود، یعنی حوادث اخیر نقشی که سپاه در اون ایفا کرد شاید هدف اون باشه، شما چی فکر میکنید؟ سپاه، من خدمتتون عرض کنم، سپاه در مقابل با سرکوب تمام کسانی که مخالفت با ایده ولایت مطلقه فقیه دارن تشکیل شده، حالا چه در داخل ایران باشه چه در جاهای دیگه باشه. بله. اما امروزه اگر سپاه توانایی رو نداره به اون صورتی که لازم هست دست درازی و جاهای دیگه بکنه، این مسئله زمینگیر شدن سپاس از روزهای اول، ابتدا در کردستان زمینگیر شد با خیزش مردم کرد، بعد مسائل داخلی که امروزه میبینیم سپاه رو زمینگیر کرده و سپاه فرصت این رو نداره با تمام مأموریتی که براش مشخص شده اون رسالت اصلی خودشو پیاده کنه، ولی باز هم توسط اون واحدی که به عنوان واحد قدس هست دست درازی های در جاهای دیگه انجام میده که در وقت خود به اون خواهیم رسید. بله. آقای حسینی، موضوع دیگه که شما مخالف هستید با برخی از کارشناسان دیگه، نقش سپاه هست در جنگ 8 ساله. شما معتقدید که خودتون نظامی بودید در گذشته، معتقدید که اغراق شده در نقش سپاه در جنگ با عراق، و البته نمیدونم اسناد نشون میده که سپاه کشته های بیشتری داده، یعنی آیا میشه چنین استنباط کرد که سپاه از ارتش نقش بیشتری داشته یا در اون دوره‌ای که دفاع مقدس توصیف میشه نقش اساسی رو داشته؟ من خدمتتون عرض کنم که غیر از تعداد قلیلی از کسانی که در بنیانگذاری و فرماندهی سپاه از روزهای اول دست داشتن، یک مقدار آموزش‌های اولیه رو در کشورهای لبنان و سوریه دیده بودن، خیلی کم آن هم، بقیه نفراتشون در اختیار واحد کلاسبزها که در باغشای تهران مستقر هست قرار گرفتن. فرماندهان آموزش‌های اولیه جنگ رزم انفرادی در اصلاح ارتشی که بهش میگن، آموزش اولیه رو در سطح خیلی پایین، در حد یک سرباز، سربازی که برای وظیفه انجام به خدمت اعزام میشد، در اون حد این آموزش‌ها را توسط این کلاسبزا دیدن، چون میدونید کلاسبزا واحدی بود خیلی نخبه و در تیپ هوا بردم کار میکردند، آموزش‌های در سطح بالایی داشتن. اینا این آموزش اولیه را دیدن. بعد که جنگ ایران و عراق شروع شد، رژیم از ترس این که اون کسانی که چه به تعصب مذهبی چه به عرق ملی به سوی جبهه جنگ سرازی شدن، اینا را در اختیار ارتش قرار ندن که فردا ارتش به عنوان یک مدافع دفاع از ایران و یک شخصیت درست شد شخصیتی داشته باشه که بتونه در میان مردم به اون بنازه، نیروی داوطلب رو در اختیار این سپاهیان آموزش ندیده قرار دادن. و اینها چون در از اصول جنگ چه در آفند چه در پدافند وارد نبودن، تنها میتونستن نفرات رو به صورت سیاهی لشکر به جلو اعزام کنن. به همین صورت میبینیم تعداد کشته ها در رده سپاه یا بسیج به حدی هست که قابل مقایسه با ارتش نیست، برعکس فرماندهان که در ارتش موندن، من فعلا اگه اجازه باشه من اسم میبرم، بفرمایید، کسی مثل سرتیپ حسن سعدی که من ایشون خوب میشناسم، ایشون در یک دوره تخصصی استاد خود من بوده در شیراز،
فرمانده نیروی زمینی ارتش بود که در طرح بازپسگیری خرمشهر طراح اصلی ایشون بودن، اما به اسم سپاه تمام شد. کسانی مثل سرهنگ آذرفر، این تکاور برجسته و وارسته که در منطقه غرب کشور، در منطقه کرمانشاه اونادی اصلا نقش به سزایی در مقابل عراق داشت، کسی همچون بهروز صبوری، اشتباه نکنیم چون در این در تکاور در واحد کلا سبزا دو نفر بهروز صبوری داشتیم. این یکی بهروز صبوری که من خدمت رو عرض میکنم، ما در دوره هم دوره که بودیم بهش میکنیم بهروز دیوونه، به خاطر اینکه انسانی خیلی شلوغ ولی خیلی ورزیده بود. ایشون در منطقه غرب عجیب حماسه آفرید، منتها در مقابل نیروهای پیشمرگه اون موقعی که بهش دستور دادن به نیروی پیشمرگه حمله کنه، ایشون نتون این حمله رو انجام نداد و تسلیم شد به نیروهای پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران. و حزب دموکرات کردستان ایران بعد از 48 ساعت ایشون رو آزاد کرد. متاسفانه ایشون به سنندج نرسیده، توسط نیروهای سپاه پاسداران اعدام شد. بله آقای حسینی، من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. بله آقای حسینی، طرفداران جمهوری دولت جمهوری اسلامی میگن که سپاه یک نهاد نظامی حافظ نظام هست و تاکنون در هیچ جنگی هم شرکت نکرده و در راستای آرمانهای انقلاب هست، ولی برخی کارشناسان معتقدند که سپاه متخصص جنگهای با واسطه است. شما در این باره چی می‌فرمایید؟ خدمت عرض کنم که سپاه توسط واحد قدس سپاه قدس، من در این مورد مجبورم برای این فردا هرچند ممکنه متهم به این بشم که اسرار و اسرار نظامی رو فاش کردم، متهم بشم یک باری دیگر در جمهوری اسلامی، ولی مجبورم خدمتتون عرض کنم که سپاه پاسداران توسط واحد قدس سپاه قدس که در این واحد همونطوری که خدمتتون عرض کردم استخدام و به کارگیری نفرات خارجی غیر ایرانی آزاد هست، و شما متوجه هستین که بعضی از کسانی که دستگیر شدن در تظاهرات اخیر و کسانی که در تظاهرات اعتراف میکردن اینکه نیرو کسانی میومدن ما را شکنجه میکرد، از ما سوال میکردن که خارجی بودن، اینا همونایی هستن که در واحد سپاه قدس کار میکنن، اینا پاسدار رسمی هستن، پاسدار رسمی سپاه پاسداران اسلامی. این واحد سپاه قدس دقیقاً مأموریت صدور انقلاب رو داره و برای این کار چندین مراکز آموزشی رو برای کسانی که خارج از ایران هستن تهیه کرده که اجازه بفرمایید، اگه اجازه هست من پایگاه رو اسم ببرم. پایگاه امام علی در میدان تجریش تهران، پایگاه علی آباد قم تهران، بزرگراه قم، پایگاه مصطفی خمینی تهران اشرت آباد، پایگاه کرات کمپ 40 کیلومتری بزرگراه ماشر اهواز، پایگاه فتح بین قم و تهران، پایگاه عبور اصل در 30 کیلومتری بزرگراه اهواز خرمشهر، پایگاه ابوذر منطقه قلعه شاهین اهواز خوزستان، پایگاه حزب الله برامین شرق تهران، پایگاه ایزه، پایگاه امیرالله معین استان ایلام، پایگاه کهتر خیابان دسفول و و و حدوداً من 40 پایگاه اینجا اسم دارم که اینا در حال حاضر هر کدامشون به تعدادی افراد، هر کدام از یک کشور، شیوه آموزش هم به صورتی هست که اینا اونایی که مربوط به یک کشور هستن جدا از هم و مختلط اینا رو آموزش میدن و بعد اینا رو به کشورهای دیگه میفرستن برای عملیات. حالا دیگه گذشته از این که اسناد مدارکین که افشا شده که در لبنان، در عراق، در کشورهای دیگه در کجا به چه صورت تداخل کرده و عملیاتو شروع کرده، عرض کردم مشکل سپاه قدس در حال حاضر اینه که اون پایگاه پرتابی که به اصلاح ابو شریف ایران بود، این پایگاه پرتاب امن نیست، فعلا خود پایگاه پرتاب در خطر است. یعنی برای همین هست که میگه روی کرده داخلی سپاه پررنگتر شده. دقیقاً سپاه پاسداران فعلا باید به قول خودش چراغی که به خانه نماز به مسجد حرام است، اول باید سرکوب داخلی رو، اون نیروهای داخلی که بر علیه این رژیم و این سیستم به پا خواسته اینا رو سرکوب کنه، اگه تونست بعدا
به سراغ کسان دیگه بره. به همین صورت فعلا مجبور از